بیش از 10,000 نفر از مردم دیالی و شخصیت‌های عراقی در گرد همایی بزرگ کنگره همبستگی برای صلح و آزادی که به ریاست دکتر صالح مطلق رهبر جبهه گفتگوی ملی عراق در شهر اشرف برگزار شد، بیانیه ای را که توسط 450,000 نفر فقط از استان دیالی امضا شده و گواهی جدیدی بر بیانیه تاریخی 5,200,000 نفر از مردم عراق در حمایت از مجاهدین است اعلام کردند. رهبر مقاومت آقای مسعود رجوی طی پیامی به شرکت کنندگان در کنگره بزرگ همبستگی برای صلح و آزادی به مردم دیالی که با صدها هزار امضا و گواهی جدید بیانیه تاریخی 5,200,000 نفر از مردم عراق درباره تهدیدات رژیم ایران و به رسمیت شناختن موقعیت سازمان مجاهدین خلق ایران را در نخستین سالگرد انتشار آن بر قله‌های تاریخ خلق‌هایمان بالا بردند درود فرستاد. رهبر مقاومت ایران در پیام خود تاکید کرد تعرض به مناره‌های نورافشان حرمین سامرا از جانب مزدوران تاریکی در حقیقت تعرض به گلدسته ها و ستون های بالا بلند وحدت و تمامیت عراق مجروح و خونفشان است. آقای رجوی با اشاره به خواستا و تلاش های رژیم ایران از جمله اخراج اپوزیسیون اصلی خود مجاهدین خلق از عراق تأکید کرد هدف رژیم ایران واضح است، تقدیم عراق به فاشیسم ولایت فقیه در سینی طلایی. در پیام رهبر مقاومت تنها راه حل برای برخورد با دیکتاتوری بنیادگرای دینی در ایران نه مراوده و مماشات و نه حمله نظامی بلکه راه حل سوم یعنی تغییر توسط مردم و جنبش مقاومت سازمان یافته مردم ایران دانسته شده است. آقای رجوی تاکید کرد واقعیت نخستین ضعف ماهوی و وضعیت بسیار شکننده رژیمی است که ظرفیت مذاکره و معامله و تغییر رفتار و عقب نشینی از مواضع شناخته شده اش را ندارد. رژیمی که به ظاهر خود را قدرتمند جلوه می دهد و داعیه استیلا بر خاورمیانه و دنیای اسلام دارد در حقیقت در فاز انحلال و سرنگونی به سر می برد. در بیانیه مردم دیالی آمده است بیش از 5,200,000 نفر از مردم عراق در بیانیه خود در جوان 2006 مجاهدین خلق را شریک استراتژیک خود برای دستیابی به امنیت و صلح و دموکراسی و مشوق خود برای شرکت در انتخابات و پروسه سیاسی یافتند. متقابلان رژیم ایران یک کارزار حیرت‌انگیز شیطان‌سازی و دروغ پراکنی علیه آنها به راه انداخت. در این بیانیه تأکید شده دخالت‌ها، توطئه‌ها و جنایت‌های سازمان‌یافته تروریستی رژیم ایران و ایادی آن در عراق در یک سال گذشته ابعاد هولناکی به خود گرفته است. در این میان استان دیالی با توجه به موقعیت جغرافیایی خود در همسایگی ایران بیشترین مصائب و آلام را متحمل گردیده است. مظاهر زندگی معمولی از استان رخت بربسته است.
در بیانیه 450 هزار نفر از مردم استان دیالی آمده است. مردم دیالی